شاگردان عزیز، خدا کنه که جور صحت من باشیم. من استاد رشاد احمدی هستم. خدا کنه که در درس گذشته چیز مشکل نداشته باشیم. میپردازیم به درس جدید خود. ادامه درس گذشته و قسمت دوم اکسرسایز میخوانیم. قسمت دوم و سیمش امروز میخوانیم که در قسمت دوم از این گفته match the part of the body to the function it performs. در یک قسمت بخشای از بدن گفته یا مورگان ها را و در قسمت دیگه فنکشن یا وظایف گفته. شما نظر به هر فنکشن یا هر وظیفه شما امور وصل می سازین، ارتباط می تین که کدام وظیفه به کدام بخش از بدن ارتباط داره. اول من یک بار عمومی می خوانم، بدن کلش کار می کنه. Part of the body: skeleton, legs, brains, stomach, hair, teeth. Skeleton, skelet bandi, legs, shisha, brain, مغز یا اعصاب, stomach, معده, heart, قلب, teeth, دندان ها. Function, وظایف: supplies blood throughout the body. امو فراهم کنندی خون در سراسر بدن. Controls all the organs in the body. کنترل کننده تمام ارگان های بدن. Helps in digestion of food. کمک کننده هضم غذا. Gives the body its shape. به بدن و به وجود انسان شکل میده. Helps in chewing food. کمک میکنه در جویدن غذاها. Provide oxygen to the cells. تهیه کننده اکسیژن به حجرات میباشه. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که در یک قسمت یک بخشی از بدن گفته و در قسمت دیگهش فنکشن یا امو وظایفشه. اولش از اسکلتون. اسکلتون ما میبینیم، اسکلت بندی میبینیم با کدام از این وظایف مطابقت میکنه یا مچ میکنه. میپالیم که کدام از شاگردای عزیز ما خود در سال گذشته خوانده بودیم. Gives the body its shape. اسکلت بندی با ما یا با بدن ما چی میتم؟ شکل میتم. شما ایره میتونید توسط پنسل با هم دیگه وصل بسازین. ایره با اسکلتون. Legs یا ششها. خب وظیفه ششها را ما اینجا میپالیم که وظیفه ششها چی است؟ اینا provide oxygen to the cells، تهیه کننده اکسیژن به حجرات میباشه. پس وظیفه ای مربوط به چی است؟ مربوط به ششی را میتونیم با ای وصل کنیم. برین یا اعصاب. وظیفه برین یا اعصاب را میپالیم اینا controls all the organs in the body، کنترل کننده تمام ارگان های بدن. ای را میشه که به برین وصل بسازه. استامک میده میپالیم چی است؟ این helps in digestion of food، کمک میکنه به هضم غذا. پس ای را شما میتونیم به استامک وصل بسازیم. heart قلب. قلب چی است؟ میپالیم supplies blood throughout the body، یا تهیه کننده خون به تمام احساس بدن. ای را میشه که به ای وصل بسازیم. teeth وظیفه چی است؟ helps in chewing food، کمک میکنه در جویدن غذا. پس ایره شما میتونین که دهی وصل بسازیم. خب شاگردان عزیز، میریم در بخش سوم تمرین یا اکسرسایز که دهی خانه خالی فیلد بلانک گفته امو پر کنین کلیم با کلمات مختلف. شما پنسل داشته باشین، من گفته میرم و او را نشته کنین. ای خانه خالی pumps blood around the body. ای جواب ای چی هست؟ هرت یا قلب. هرت پاپ میکنه خونه در سر و سر بدن. دوم tooth decay is caused by plaque، دندان ها پوسیده میشه توسط مرض plaque. سی plaque you is a sticky layer of food, cilia and bacteria. plaque یک لایر یا یک طبقه نازکی از غذا و غدواتی است که و توسط باکتریه ها اینها تشکیل شدن و باعث پوسیده شدن دندان ها میشه. دی بونز اند مسلز آر کانکتد بای برین یا نرویو سلز.
امی استخوان ها و عضلات کنک داده میشن یا ارتباط داده میشن توسط برین اعصاب یا نیرویو سیل یا اجرات عصبی. و دیگهش muscles helps in movement. جواب آخری muscles یا عضلات کمک میکنه در حرکت کردن. خب رسیدیم شاگرد عزیز در قسمت آخر exercise labeling diagram. به شما یک تصویری از دندان ندادم که با استفاده از درس گذشته شما یارا چی میکنین؟ طبقه بندی میکنین هر قسمتش که ما میگم شما میشه که یادداشت کنین یا پیش خود هم کار کنین. از این قسمت تا این قسمت شما میتونین برش بگین روت یا ریشی دندان. اینی از این قسمت تا این قسمت کراون یا تاج دندان. اینی قسمت شما میتونین که انیمال بگیرین. این قسمت شما میتونین دنتال بگیرین. این قسمت که پلپ میتونین هم بگیرین. و اینی قسمت هایشه که ریشه های عصبی شما میتونین که نیرویو سل بگیرین و یا به خودتان یک دیاگرام رسم کنین و بسیار رنگه بسیار مقبول و هر بخشش یا هر قسمتش نامگذاری کنین و یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، درس امروزی ما به همینجا به پایان میرسه. خدا کنه که یک چیز آموخته باشین و در صورت کدام مشکل از طریق اداره مکتب با ما میتونین به تماس شوین. تا روز بعد، خدا حافظ.